با سلام خدمت همه عزیزان و دوستان و همکاران عزیزی که پیج ما رو دنبال میکنن و با لایک و کامنت هاشون به ما انرژی میدن برای ادامه مسیرمون. اومدیم با یه ویدیو خفن و جذاب دیگه در ارتباط با مواد. توی این ویدیو ما میخوایم موادهای پرکاربرد صنعتی، موادهایی که توی صنعت قطعه سازی ما و توی بخشهای مختلف صنایع ما کاربرد زیادی دارن رو به صورت اجمالی و کلی بررسی بکنیم. خب قبل از هر چیزی لایک و کامنت یادتون نره، حتما ما رو ساب کنید و اگه این ویدیو براتون ارزشمند بود و تا آخر دیدین و خوشتون اومد، حتما برای دوستان و همکارانتون هم بفرستین. سخن کوتاه میکنیم بریم سراغ ویدیو. مواد پرکاربرد صنعت همونطوری که مستحضر هستید اونهای مختلفی داره، شاخه‌های مختلفی داره و خیلی هاتون دیدین از کنارش رد شدین ولی ممکن اسمشو ندونین و با جزئیاتش آشنا نباشین. و خب اینجا ما حالا به صورت کلی شما رو با اسمها، عناوین و خصوصیات این دسته آشنا میکنیم، نه به صورت ریز، فقط به صورت کلی که اطلاعاتی داشته باشین. خب دسته اول و پرکاربرد صنعت فولادها هستن. فولاد چیه؟ فولاد یک آلیاژ از آهن و کربن. آهن به طور خالی اینقدر نرمه توی صنعت استفاده نمیشه و حتما باید با یه درصدی از کربن آلیاژ بشه. حالا این درصد چقدره؟ اگه این درصد تا 2.6% برسه، استانداردش همینه، 2.6% حد اکثر، که این درصد کربن اگه باشه این ترکیب آلیاژ میشه فولاد. و اگه از این درصد فراتر بره تا 6.67% میشه چدن. یعنی تفاوت فولاد و چدن رو همین الان متوجه شدیم. آلیاژی از آهن و کربن که درصد کربن تا 2.6% تقریبا میشه فولاد و از اون حد بره بالاتر تا 6.67% میشه چدن. حالا هرچی این درصد کربن بیشتر بشه این آلیاژ خشک‌تر میشه. خب خشکی و تردی چدن رو دیگه همتون دیدین. انعطاف‌پذیری میاد پایین و جوش‌پذیری کم میشه و الی آخر. حالا جلوتر بیشتر بهش میپردازیم. پس به صورت کلی الان تفاوت فولاد و چدن رو متوجه شدیم. حالا چدن ها رو سعی میکنیم جلوتر، حالا اگه تایم ویدیومون خیلی بالا نره، بررسی کنیم. و خب این ویدیو اولویتش با فولاد ها و دسته اول پرکاربرد صنعت هستش. خب فولاد ها دسته بندی های مختلفی داره. یعنی بخوایم راجع به فولاد ها صحبت بکنیم همینجوری، حالا من که زیاد به اون صورت اطلاعات فنی و تخصصی ندارم در حوزه فولاد و اطلاعات بیشتر به صورت تئوری و دانشگاهی و تجربی هستش، یه میکسی از این هاست که میخوام در اختیارتون بذارم به دردتون میخوره. دسته بندی گسترده فولاد ها، این که تقسیم بندی هاشون نمیدونم فولاد فنر، فولاد خوشتراش، اتومات، فولاد ابزار، نمیدونم و همین الی آخر. این دسته بندی کلی همین شاخه اضاف میشه و کلی هم جا برای صحبت کردن داره که حالا به قول بچه ها در این مقال نمی گنجد. ما اومدیم اینجا یه دسته بندی را آوردیم که توشون فولادهای معروف صنایع قطعه سازی و صنایعی که حالا به نوعی با تولید قطعه و صنایعمون با این نوع فولادها بیشتر درگیره رو توضیح بدیم و اینکه این نوع فولادها برای یک بارم که شده به گوشمون خورده باشه و آشنا باشه. فولاد پرکاربردی هستش. پس اینو به چشم دسته‌بندی فولادها نگاه نکنید، به چشم پرکاربردترین فولادهای صنعت تو ایران بررسیشون میکنیم. خب دسته اول فولاد ساختمانیه که حالا معروفترینشون همون ST37 که اون بالا نوشتیم. استی که همون استراکچرال استیل هستش و همون عبارت استی اول مخفف همون استراکچرال یا همون ساختمانی ST37. فولاد خیلی معروفیه. تمام این قوطی ها، نمیدونم میلگرد ها، این پروفیل های ساختمانی، همه اینا از سری های استی هستن. ST37 این صفحه هایی که توی
صنایع ساخت و سازی استفاده میشه، همشون از این سری هستن، ST37. این تمام این جنسایی که الان توی ساختمون رو میبینید همه همین ST37 هستش که در واقع خیلی معروف، ولی خب خیلی نمیدونن همین آهن یه میلیگرد بده فلان بده، ولی جنس پایش همینه ST37. نامگذاری ها اینا که الان اینجا آوردیم اینا همه توی استاندارد دین آلمان به این صورت هستش که حالا توی بازار ما هم توی بازار ایران با این عناوین و با استاندارد دین آلمان شناخته میشه، این اصطلاحات بازاری در واقع نه دانشگاهی. خب سری مختلف فولادهای ساختمانی هم هست، ST42، ST50، 52، ST60، ST70، البته ST37 و ST52 معروفن. و حالا این عددی که اومده بعدی ST37 رو ضرب در 1/100 بکنید 0.37% تقریبا درصد کربن این نوع فولاد هستش، و این عدد رو ضرب در 10 بکنید. حالا من سعی می‌کنم اینا رو این گوشی بنویسم که یادتون نره. 37 ضرب در 10 بکنید 370 مگاپاسکال استحکام کشش نهایی هستش و فولادی فوق‌العاده پرکاربرد در صنایع ساختمان، ساخت ورق‌ها و بسیار پرکاربرد در عرصه جوشکاریه. فولاد ST37 یعنی پایین‌ترین فولاده و پرکاربردترین فولاد در صنایع ساختمانیمون. حالا دیگه زیاد وارد جزئیاتش نمیشم، خب اینا رو فقط جوری توضیح میدم که شما اینو لمس بکنید با زندگی روزمرتون و اینکه اینها رو دیدین و بارها از کنارشون رد شدین، و فقط این ویدیو برای این داره ضبط میشه که شما اسم اینها رو در بازار و در صنعت به آموخته هاتون اضافه بکنید. فولاد بعدی فولاد CK45، ببینم شاید بارها شنیده باشید، فولادی که معمولا خیلی پرکاربرده مخصوصا تو ساخت شفت ها. خب CK45 این هم فولادی که حالا توی استاندارد دین نامگذاری شده، سی نماد کربن و کا. حالا من بعضی جاها دیدم که این کا نوشته شده کیلد یعنی کشته شده، و بعضی میگن که حالا از کلمه کلار به معنای تمیز توی لغت آلمانی گرفته شده. خب همونطوری که میدونی فولادی که حالا تولید میشه درصد فسفر و گوگرد خیلی بالایی داره، و بعد یه سری عملیات این درصد فسفر و گوگرد کم میشه و اصطلاحاً به این نوع فولاد میگن فولاد تمیز، که کلار به همون ترتیب نامگذاری شده، کلار یعنی تمیز. حالا بعضی میگن اون کای یعنی کیل یعنی کشته شده، یعنی این درصد فسفر و گوگرد کم شده. حالا بین این دوتا من خودم حالا توی مراجع مختلف که جستجو میکردم به این دو مورد رسیدم، ولی خب در کل منظورشون همینه، یعنی فولادی که درصد فسفر و گوگردش کاهش پیدا کرده CK45، چون سی هم داریم C45 C60 و همین ترتیب، ولی خب CK ها پرکاربردترن، CK45 CK60 CK75 و الی آخر. خب نمونه پرکاربرد این نوع فولاد ها توی ساخت شفت هاست، یعنی عمدتاً شفت هایی که حالا تحت بارگذاری خیلی قوی قرار نمیگیرن از این جنس ساخته میشن، یا جاهایی که کارفرما دیگه خیلی قیمت و هزینه و اینا براش مهمه از این جنس در واقع برای ساخت شفت ها استفاده میکنن. ساخت شفت های پمپ آب، شفت های سنگ شکن، یا پین های راهنمای قالب تزریق، یا میله غلتک ها، میله که دو طرف غلتک ها میخوره، و یا رولیک ها، میله که دو طرف رولیک ها میخوره و یاتاقان این ور اون ورش قرار میگیره توی صنایع بسته‌بندی، یا اینکه پاکت های لودر یا پاکت های بیل، اون قسمت جلو، قسمت دمتیر، اون قسمت جلو که گود برداری میکنه، یه قسمتی هستش که یه صفحه رو جوش میدن به خود پاکت اضافه بر سازمان و اون ناخونای پاکت روش قرار میگیره که بهش دمتیر میگن، که این میتونه ST37 باشه یا ST52، میتونه CK45 باشه و میتونه هاردوکس باشه، یعنی هر سه تا این جنس میتونه باشه. حالا من اینو برای CK45 دارم میگم، ولی بسته به هزینه کارفرما و بسته به جایی که داره اون دستگاه راهسازی کار میکنه از جنس های مختلف استفاده میشه. اگه قرار همینجوری فقط گل و اینا باشه گود برداری برای پی و اینا از ST37 یا CK45، ولی اگه قرار جایی که سیلیس و یا سنگ های خیلی سخت مثل معادن باشه کار بکنه، حتما باید از ورق هاردوکس استفاده بشه. CK45 45 این هم در واقع زد در 1/100 45 درصد کربنشه، درصد کربنشه، و این 45 شما زد در 10 بکنی 460 مگاپاسکال
تقریبا میشه استحکام این فولاد، 450 460 مگاپاسکال تقریبا میشه استحکام فولاد سیکا 45 مون. فولاد بعدی فولاد امو 40. فولاد امو 40 بچه اصلا چشتون خسته نشی با این تصویر، توضیحات صنعتی آس خوشگل هلویی میخوام بهتون بدم که اصلا با دیدن این تصویر تکراری دیگه حوصلتون سر نره. خب فولاد بعدی فولاد امو 40، البته امو سی هم داریم، حالا امو 40 بیشتر استفاده میشه، امو 40 یا AISI 4140 یا حالا تو استاندارد بولر VCL 140 هم بهش میگن، نه هر این اسم هست ولی خب امو 40 بازاریه، یعنی هر جا بگه امو 40 دیگه خودشون میدونن چیه. خب این حالا از این بالا که داریم شروع میکنیم بسند پایین، این اولین فولادی هستش که حالا یه سری عناصر آلیاژی اینا بهش اضافه شده، کروم و مولیبدن و منگنز و اینا که حالا معمولا به فولادها اضافه میشین، یعنی به فولاد منظور همون ترکیب آهن و کربونه که خاصیت های مختلفی ازش بگیریم، مقاومت در برابر سایش، در برابر خوردگی، سختی بالا، نمیدونم این تا فضیری و حالا چیزای دیگه. ویژگی که حالا این فولاد داره ما 40 یا همون فولاد 41 40 استحکام بالا و مقاومت در برابر ضربه و سایشه که حالا نسبت به سیکا 45 یه لول بالاتر قرار میگیره، هم به شکل میلیگر تولید میشه هم به شکل ورق مثل سیگا 45. سیگا 45 هم گردش هست تو بازار و هم صفحش. و خب کاربردی که حالا این فولاد ما داره توی ساخت چرخدنده ها استفاده میشه از امو 40، چون قابلیت عملیات حرارتی هم داره، یعنی این که بعد اینکه این چرخدنده رو ما روی این جنس زدیم میتونیم چرخدنده رو آبکاری کنیم، یعنی اون سطحش رو به یه درجه سختی برسونیم، چون جنسش جوری که عملیات حرارتی روش انجام میشه. ساخت میلنگ ها استفاده میشه، پیچای حلزون، پیچایی که توی گیربکس های کتابی که توی بازار هست، حالا گیربکس کتابی رو من براتون میذارم به همراه دو تا دنده ای که توش استفاده میشه، پیچ حلزون و اون چرخدنده برنجی. و پیچ حلزون معمولا حالا جنسش یا MOCL یا VCN که حالا جلوتر بهش میرسیم، معمولا از این دو تا جنس استفاده میشه. شفت هزارخاری، معمولا هزارخاری هایی که نری هستش داخل مادگی استفاده میشه، معمولا نری ها به صورت نری هایی که هزارخاره با این جنس ساخته میشه، حالا میتونه VCN هم باشه جایی که فشار دیگه خیلی بیشتر میشه از VCN استفاده میکنه، ولی معمولش همون MOCL، یعنی برای انواع دنده ها، چرخدنده ها و هزارخاری ها. حالا من چرخدنده و هزارخار رو کنار هم میذارم که شما تفاوت این دوتا رو هم ببینید که به چه صورته، این چرخنده چیه، هزارخار چیه. عکس خیلی فرق میکنه با گفتن اینکه اینها معمولا همون MOCL. بوشای علنگویی قالبای تزریق پلاستیک از این جنسه، اونم به خاطر اینکه قابلیت عملیات حرارتی داره و به درجه بالایی از سختی میرسه. فول دیفرانسیل کامیون ها، میدونید دیفرانسیل کامیون ها حالا هر مدلی باشه، نمیدونم مایلر و دانگفنگ و اینا، بعد یه مدت کار کردن اینا میزنن میترکونن دیفرانسیل یه طرفش و فولش و فول یا ترک میخوره یا میشکن، اینا میره برای تراشاری، برای فول کوبی. جنسی که معمولا برای فول زده میشه همون امو 40 هستش، یعنی جنسی که قابلیت ماشینکاری خوبی داره و استحکام خوبی رو هم تو کار تحویل میده. حالا قیمت مناسبتری هم نسبت به جنسای محکمتر داره، یعنی به صرفه تر مبرون به صرفه تر. حالا کاربورت های دیگرش توی غلطک های سیمان، محورهای خودرو، توی شاتون ها، شاتون ها از امو 40 استفاده میشه، سازهای هواپیما. حالا این کاربورت گسترده ترش دیگه نمیخوام اونا رو وارد شم، همین ریزا ملموس تره. خب این هم امو 40. بریم بعدی، بریم بعدی VCN. فولاد VCN که حالا توی استاندارد بوهلر آلمان نامگذاری شده، وانادیوم کارباید نیتریت در واقع مخفف این فولاد هستش که با این عنوان نامگذاری شده، وانادیوم کارباید نیتریت. این صدا حرفش که نرم بذاری میشه فولاد VCN یا 4340. اون امو 40 4140 بود، VCN 4340. و عناصری که آلیاژ شده باهاش نیکل و وانادیوم و مولیبدن و سیلیسیوم و کروم و از این دست هستش. این که توی دسته های مختلفی تولید میشه، VCN 100، VCN 150، VCN 200. حالا من لابلای این کلام این که یه چیزی اینجا بگم که من یه سوتی عجیب غریب دادم، اون این که من برای هر بخش اسلاید آماده کرده بودم ولی خب توضیحاتش دیگه اینقدر در این ذهن همینجوری میچرخید، صفحه اولی که دیدم دیگه زبون رفت،
خب ببین اسلایدشم، ببینیم توی اسلاید مثلا شیشی گذاشتم، حالا به VCN که رسیدی من بقیه مطالب رو میگم. خدای عشق کنید بابا. خب این SC37 بود، حالا توضیحاتش رو دادم، درصد، خواص مکانیکی و فلان و این چرت و پرت ها. خب همینطوری که میبینید یه باری عقب میبینید که فولاد SC37 توی پروفیل های ساختمونی استفاده میشه، توی پروفیل های ساختمونی، قوطی ها، لوله ها، میله ها، میله گرد ها، نبشی ها و انواع پروفیل های ساختمونی دیگه که به این صورته، نبشی، نابدونی، تیراهن. این نوع فولاد، فولاد SC37 هستش. خب توضیح بعدی راجع به سیکا 45 بود که بیشتر تو ساخت شفت ها و اینا استفاده میشه، حالا اینم توضیحاتشه که حالا بیشترش رو خودم گفتم. M40 که از پرفروش‌ترین و پرکاربردترین نوع فولاد به شمار می رود. خب اینجا اومد حالا جدول تفاوتش با سیگا 45 گذاشته و اینا که هیچی، توضیحات کلی ترش رو خودم دادم. ها، کروم و مولیبدن و منگنز که گفته بودم اینجا اومده، عناصر آلیاژیشه که کروم به خاطر اینه که اضافه میکنن که اوکانگی زیاد ترد نشه و منگنز میزان سختی و اکسید زداییش رو افزایش میده. اموچل لعنتی، میریم بعدی. خب ما رسیدیم به ویستین که من یادم اومده بود اسلاید داریم بابا، دیگه انقدر هم دیگه ما گشاد نیستیم بابا، یعنی لامشب خیلی گشاده. VCN فولاد فوقالعاده محکم صنعتی، یکی از فولاد کرگوز. خب میرسیم به VCN. بله فولاد VCN مخفف فولاد وانادیوم کارباید نیتریت، من دیگه رد دادم آخرش هم هست. خب وانادیوم کارباید نیتریت VCN یا فولاد 4340، بچه این که از فولادای واقعا قدرتمند ادعا میکنه تو صنعت و ماشین کاریشون واقعا سخته، اگه ابزارشون نداشته باشیم واقعا پاره میشه آدم، چه رو تراش باشه حالا چه رو فرز، یعنی تراش که حالا الماس میبره ولی خب رو فرز اگه تیغچه باشه یعنی تیغچه ناله میکنه قشنگ جره میکشه، اینجوری بگم. اینو فولاد مقاومت خیلی زیادی در برابر نیروهای خمشی، پیچشی، کششی و از این گزشیرهای دانشگاهی یادم اومد یهو گفتم داره، ولی خب ما انعطاف پذیری بالایی داره، مقاومت سایش، مقاومتش در برابر ضربه فوق العاده بالاه، جاهایی که فشار خیلی بالایی داریم، جاهایی که فشار کاری خیلی بالایی داریم، توی سیکلای بارگذاری خیلی قوی هستیم، از این نوع فولاد استفاده میشه. حالا گریدهای مختلفش چیه؟ VCN 100-150 VCN 200 تو این قسمت، 100-150 VCN 200 این 20 نیست، 150 از همه پرکاربردتر. حالا دلیل انتخاب گذاری چیه؟ 100-150 200 چیه؟ درصد کروم تو اینا فرق میکنه، میانگینه درصد کروم ضرب در 100 میشه این عدده. این یعنی چیه؟ فولاد 250 کرومش چقدر؟ 1.3 تا 1.7 میانگینش چقدر؟ 1.5 1.5 من شما ضرب در 100 بکن، ضرب در 10 میشه چند؟ میشه 15. ضرب در 100 ضرب در 10 دیگه میشه چی؟ میشه 150. VCN 150 یعنی VCN 150 یه VCNی هستش که میانگین 1.5 درصد کروم داره. VCN 100 VCNیه که میانگین 1 درصد کروم داره و 150 1.5 درصد و VCN 200 VCNیه که 2 درصد میانگین کروم داره. حالا VCN 150 معمولا بیشتر استفاده میشه، عرف VCN کجا استفاده میشه؟ حالا این فولاد جذاب. خب حالا باید تزریق پلاستیکش میدونیم، حالا باید تزریق پلاستیک، خب دو تا کفه داره که این میاد و با جکای تزریق با هم میچسبه و اون مواد اون لا حالا تزریق میشه و بعدش خنک میشه و حالا خلاصه میاد عقب و اینا. تو گوگل سرچ بکنید حالا قالبای تزریق و عمل کردش و اینا، اونجا متوجه میشین که وقتی این کفای قالب به هم میخوره حتما باید فولادی باشه که در برابر ضربه مقاومت بالایی داشته باشه، تو حرارت بالا بتونه خوب کار بکنه و نرینه، تر نزنه. خب اینجا که از ویسن استفاده میکنن، البته بگم اون سختی سطحیشون نیتراته میکنن، یعنی اون سطحشون اون پلاستیک به شدت خورنده است و سطح کار رو از بین میبره، یعنی حتی این قالب ها رو که سطحش رو آبپاری میکنن بعد یه مدت بازم اون پلاستیکی که تزریق میشه اون لا اون سطح رو از بین میبره، بخاطر همین اون سطح حتما باید آبکاری شده باشه، نیتراته میکنن. و شفت لوکوموتیو همون قطار رو فکر کنم
شافت موتور کشتی، توربینا، میلنگ، حتی میلنگ اموچل هم استفاده میشه، ویسن هم استفاده میشه، بسته به فشارش داره. این میلنگی که میگم میلنگ صرفا میلنگ ماشین نیست، هر نوع میلنگی میتونه تو سند استفاده بشه، یعنی یه نوع شافتی که روش یه لنگیه یا دو تا لنگه میشه میلنگ. ویسن میتونه باشه، اموچل هم میتونه باشه، میگم بستگی به فشار کاریش داره. الکتروموتورهای بزرگ، اون قسمت روتورش، خود روتور که دور میزنه، شافت داخل خود روتور به صورت پرس شا میخوره و اون شافت از جنس VCN. یا بازم حالا این عکس روتور من میذارم که شما شافتشو ببینید به چه صورته که شافت از اون قسمت با پرس در میاد، دوباره تراش و میره تو. میل سوپاپا VCN هن، قطعاتی که با فرش تولید میشن معمولا VCN هن، مقاومت در برابر ضربه خیلی بالایی داره این جنس. چرخنده گفتم، چرخنده هم میتونه امو 40 باشه هم وی سی ام باشه، منتها جایی که ما دیگه خیلی فشار داریم مثل این هزار خاریایی که توی تراکتور ها توی گیربوکسشون استفاده میشه، اینا رو معمولا وی سی ام میزنن دیگه، اینا خیلی تحت فشار و اینهاست. جنس وی سی ام، جنس وی سی ام، جنس مطمئن، اینجوری بهتون بگم، یه جایی که گیر کردید خیلی فشار کاری بالای دیگه داره، آبروتون در خطر دیگه، باید جنسی بزنید که دیگه بترکونین برین سراغ وی سی ام. یه خورده گرون هست ولی خب میتر کنه. شاسی خودروها که حالا توی تنش‌های سیکلی قرار میگیره، اولالا چی گفتم، لوله تفنگ ها، لوله تفنگ که میدونین که در برابر حرارت بالا باید بتونه خوب عمل کرده خوبی نشون بده، معمولا VCN. تیغای برش ورقای سیاه و گالوانیز معمولا VCN 150. البته اسپیکا هم هست، اسپیکا فولاد ابزاری که حالا اون لیست اول اگه دقت کردی بودین بود، حالا جلوتر هم بهش میرسیم. تیغای برش VCN 150 است ولی خب اسپیکا هم استفاده میشه. توی چرخهای گریدر پین رابطی که اون قسمت رو متصل میکنه، رابطه جنس VCN هستش، اصلا یه جنس هیولاه. اون چرخنده های دستگاهی برنج کوبی معمولا این جنسه به خاطر فشار کاری که دارن. پیچ هایی که در معرض خیلی فشار زیادی هم مثل نگهدارنده های دستک مندل کامیون ها، پیچ های از جنس VCN هستش. خب دیگه در جوی VCN زیاد توضیح دادیم و اینا، خلاص این که فولاد شاخیه بین اینها اصلا کلو فولاد استنلس استیل. خب استنلس استیل این بعدی چیه؟ خب اسپیکا نه، بی استیل. خب استیل رو باید کار داریم، این همینه کلن. اینجا باید کار دارم با استینلس استیل. خب استینلس استیل یا فولاد ضد زنگ، این فین و فولادی که همه تون بارها و بارها دیدین لمسش کردین، اصلا باش غذا خوردین. استینلس استیل یا فولاد ضد زنگ اگه برای ما یه جای خوردگی مهم باشه، خوردگی جایی که قرار جنس ما خورده بشه، از این فولاد استفاده میکنیم. فولاد استینلس استیل یا فولاد ضد زنگ. خب فولاد ضد زنگ، زنگ چه نوع فولادیه؟ فولادی که حداقل 10.5% کروم داشته باشه بهش میگن ضد زنگ، یعنی فولادی که درصد کرومش از 10.5% شروع میشه به بالا میشه فولاد ضد زنگ. این عنصر از طریق حالا یه دونه لایه پسیو روی فولاد تشکیل میده و از زنگ زدگی جلوگیری میکنه. البته من یه توضیح اینجا بدم، آهن، فولاد و استیل، آهن، فولاد، استیل، این سه تا با هم متمایز هستش و فرق می‌کنه. من یه توضیح بدم، ما آهن خالی همونطور که اول ویدیو گفتم آهن خالی نداریم به هیچ وجه. آهن به قدری نرمه که هیچ کاربری صنعتی نداره و حتما باید با کربن آلیاژ بشه تا یه درصد تردی و خوشی بهش اضافه بشه و بتونه کار بکنه واسه ما. این ترکیب که آلیاژ میشه میشه فولاد. پس آهن خالی چی شد؟ آهن خالی ما نداریم، میشه فولاد. یعنی در واقع این میگه که آقا من برم اینقدر آهن بخرم و نیرگرد و اینا چیزا، آهن این همه اشتباه جا افتاده، تمام اونها میشه فولاد ساختمانی، میلیگرد، نبشی، نافتون، اینا ما هم با همشون میگیم آهن. اون آهن رو من بده، اون آهن بذار اونجا، این ما آهن خالی نداریم، همه اینها فولاد هستش و همشون جزء دسته فولادهای ساختمانی میشه. خب پس ما به فولاد میگیم آهن. از اون طرف به فولاد ضد زنگ یا استینلس استیل میگیم استیل. یعنی مثلا یه جایی دیدیم آقا میگه این جنسش میگه استیله، میگه چرا میگه زنگ نمیزنه، در صورتی که خود استیل به انگلیسی یعنی فولاد، یعنی فولادی که زنگ نمیزنه میشه استینلس استیل. یعنی شما مثلا میگه سینک ظرفی جنسش چیه، میگه آقا استیله دیگه، در صورتی که استینلس استیله یعنی خودمون استیل میشه فولاد.
استینلس استیل میشه فولاد ضد زنگ. حالا این تفاوت ها هستش که حالا متاسفانه جا افتاده، خب ما همیشه به همین منوال استفاده میکنیم، ولی خواستم این تفاوت ها رو فقط بگم که بدونید. ضد زنگ ها درصد کرومشون بالاه، پس درصد کربنشون باید کم باشه. چرا؟ کربن سختی رو زیاد میکنه، کربن هرچی بیشتر بشه سختی رو زیاد میکنه، ولی اگه در کنار یه عنصر آلیاژی با درصد بالا باشه، که حالا اینجا ما کروم رو داریم، به کاربید تبدیل میشه و این کاربیدها به شدت خوردن و مقاومت به ضربه رو کم میکنن. به خاطر همینه که توی این دسته از فولادها درصد کربن از بقیه کمتره. و حالا توی سیمجوش هم هست، یعنی ما سیمجوش استیل داریم، سیمجوش آهن، سیمجوش معروف آهن که 6013 هستش و توی صنایع ساختمانی استفاده میشه، سیمجوش استیل هم داریم که حالا برای شفته استیل استفاده میشه. حالا مکس میذارم ببینید، عشق کنید. سیمجوش استیل رو اگه روش دقت بکنید نوشته E308L یا E316L برای حالا بزرگترها، ولی معمولا تو بازار E308L برای ابعاد کوچیک استفاده میشه. خب اون یه الکترود 308 هم که حالا الکترود استیل سری 300 308 مثلا داریم، اون ال چیه؟ ال همون لو کربن هستش، یعنی ما اصلا استیل 308 داریم، استیل 308 H داریم، استیل 308 L داریم. 308 که حالا خب عادیش هست، اچش های کربونه، الش لو کربونه. حالا لو کربون به خاطر پایداری بیشتر خود فولاد و اینکه مقاومتش بیشتر باشه استفاده شده. یا خب توی سیمجوش ها اینو میبینید E308L، اون ال همون لو کربون هستش. خب حالا انواع استیل ها رو بخوام یه توضیحی بدم و باز کنیم و اینا، انواع اقسام استیل ها، استیل های سری 300، سری 400، استیل های نسوز داریم. حالا من یه تقسیم بندی حالا ذهنی میخوام برم جلو. سری 300 که حالا خیلی پرکار بردن توی بازار، که حالا از همه بیشتر اینها همون سری 300 که میزان کروم هم توی این دسته از بقیه بیشتر. البته استیل های 304، 308، 316، استیل های 317. استیل های سری 300 و همونطوری بهتون گفتم خیلی نسبت به بقیه فولاد ها کاربردشون بیشتره. مثلا استیل های 304 اگه اشتباه نکنم، 304 یا 302، اینا توی قاشق چنگال استفاده میشه. یعنی تو استیل تا دلتون میخواد که دور برتون ریخته، مخصوصا توی لوازم آشپزخونه، قاشق چنگال، نمیدونم کتری و این ظروف و اینا. ولی خب این بیشتر اینها از گرید های همین 300 هستش، یعنی 302 304 اینا فکر کنم همون قاشق و چنگال و اینا باشه. 316 مثلا مقاومت نسبت به کلور نداره، یعنی اگر یه جایی آب دریا داشته باشیم، ما میام از گرید 317 استفاده میکنیم. یا تفاوت های مختلفش، یا مثلا بین 304 و 316 اختلاف اونقدی در خوردگی و اینا نیستش، ولی خب 316 مقاومت بیشتر و انعطاف پذیری بیشتری به ما میده. حالا اینا تفاوتاشه که حالا هرچی میره بالاتر گریداشون فرق میکنه، ولی پرکاربردترینشون همون 304 و 316. این شما این دوتا رو بدونی کافیه. استیل 304، استیل 316 که خیلی هم معروفه. حالا استیل 300 سری 400 هم هستش که حالا کاربردش تو صنایع سبک البته کمتره، نه که استفاده میشه، ولی خب 300 خیلی دیگه معروفه. 400 هم که دیگه 400 هم مثل همین فولادای معمولی هن، ولی خب حالا مقاومتشون دیگه به خوردگی اینا با توجه به اینکه استیلن یه خوردی بیشتره، مقاومتشون به حرارت هم البته یه ذره بالاتره. سری های 410، 420، 430 اینا هستش. بعد استیلای نسوز رو داریم. استیلای نسوز هم که حالا همونطور که از اسمشون معلومه دیگه مقاومت حرارتیشون خیلی بالاست. سری های این دیگه ترکیبه 309، 321، 310، 431 شماره است. اینا من دیگه تو ذهنم هست بهتون میگم. البته اینم میگم ضد زنگ ها استینلس استیل توی دمای پایین هم خیلی خوب کار میکنن، مثلا منفی 186 درجه توی مخازن تولید اکسیژن از هوا،
مغازهشون همون استیل، همین استنلس استیله، بخاطر اینکه توی دمای پایین استیل ها خیلی خوب کار میکنن انصافا. این هم از استیل. البته یه سری چیزا یادم میاد، اونا رو هم بگم بهتون بد نیست بدونید، حالا داره زیاد میشه مبحث. یه اصطلاحی هست توی بازار که در رابطه با استیل هاست، استیل های بگیر و نگیر. یعنی این داستان بگیر نگیر چیه؟ هر چی مقدار کروم کمتر باشه خاصیت مغناطیسی بیشتر میشه. استیلای اون سری 400 که بهتون گفتم استیلای بگیرن، مثل محمدا اینا میگیرن، میگم بدجوری میگیرن، مثل برق صفات میگیرن ول نمیکنن. استیلای 300 استیلای نگیرن. یعنی چی؟ یعنی اینکه خاصیت مغناطیسیشون ضعیف‌تره. خب یکی از دلایلی که حالا توی همین کارگاه‌ها بخوان فولاد معمولی رو از فولاد ضد زنگ تشخیص بده همینه، میگه آقا برو فولادو بزن به آهنربا، اگه آهنربا گرفت که حالا فولاده، اگه نگرفت استیله. چرا؟ چون بیشتر استیلای توی بازار استیلای سری 300 هن. استیلهای سری 300 خاصیت مغناطیسی ضعیفی دارن. همین 302 303 304 که بهتون گفتم تو قارچ و چنگال، شما قارچ و چنگال خاصیت مغناطیسی نداره، سینک ظرفشویی خاصیت مغناطیسی نداره، ببین آهنربا بزنی نمیگیره. به خاطر همین یکی از این راهها میگن آقا برو بزن سری آهنربا، ولی خب استیل سری 400 اگه باشه میگیره، ولی خب اینو خیلی ها نمیدونن، میگن چون آقا این اصلا استیل ها استنلس استیل اینجوری اصلا جذب نمیکنه آهنربا رو، ولی در صورتی که سری 300 شون که پر کاربرده به این صورته، ولی خب 400 رو بگیرن 400 رو میگیرن. آقا یه استیل معروفی هم داریم، استیل 18-8. آقا اینم لابلا اینا بهتون بگم، استیل 18-8 مثلا یه جا شنیدین استیلی که 18% کروم داره 8% نیکل، استیل 18-8. اما کاربرد این استیل ها چیه؟ حالا خودتون با توجه به چیزی که گفتم تا الان لمس کردین، استیل قشنگ با اعماق وجودتون توی آشپزخونه خونتون، این پمپای بشقابی که حالا بیرون هستشون شفتاش معمولا در معرض آب و همش هم خورده میشه، این به حتما جنسش استیل باشه. یعنی یه زمانی هم آوردن تو این کارگاه‌ها و مغازه‌ها، حتما اگه جنسش معمولی باشه اون عوض میکنن و استیل میذارن، بخاطر اینکه در معرض اون آب و خوردگی و ایناست. خب این یه کاربرد ساده است که کاملا مشخصه. وقتی که توی صنایع غذایی استفاده میشن که اصلا نباید زنگ بزنن و اینها، خب این دیگه مشخصه، مثل مخازن و اینا که حتما باید جنسشون ضد زنگ باشه. ظروف آشپزخونه که حالا آشوق و چنگال و نمیدونم کتری و شیرالات و سینک ظرفشویی و حالا اینا، همه اینا دیگه خودتون دیدین دیگه. توی این لوازم این جرها استفاده میکنن، میگم اون تیغه بده من فلان اینو بده، این از اینا همشون استیله، حتما باید استیل باشه. این وسایل جراحی و اینا دندون پزشکی و اینا حتما استیله. جایی که از حالت لوکس فولاد میخوان استفاده کنن، حالت زینتی فولاد، اون حالت سوسکی فولاد میخوان استفاده کنن، از این گرید استفاده میکنن، استنلس استیل. مثلا کجا توی ساعت سازی ها میبینی وقتی ساعت استیل میبینی برق میزنه عشق میکنی، یا این اکسسوری های زینتی نمیدونم گردن بند و از این پوسیچر هایی هست میبادن به دست و فلان اینا، اینا استیل وقتی باشه اصلا میبینی دیسین دیگه اشمات میریزه واه شت. یا وسایل آشپزخونه ما تازه یادم اومد دیدم، مثل ماشین لباسشویی، ماشین لباسشویی میتونه بدنش ضد زنگ باشه، بدنه یخچال، اون لگن داخل ماشین لباسشویی آنالیز میکنن، همه اینا میتونه استنلس چی استیل باشه. آره داشت، مخازنه که حالا مخازن غذایی و اینا هم که گفتم دیگه بهتون، مخازن غذا، مخازنی که توی صنایع غذایی استفاده میشه اینا استنلس استیل. پیچ و مور هم داریم، البته پیچ و مورایی که از این جنس استفاده میشه و توی قطعات دریایی مثل این قایق موتوری اینا استفاده میشه، معمولا پیچ و مورهاشون استیله، برای اینکه تو آب زنگ نزنه و اینا پیچ و مورای استیل هم داریم. قطعات اسپورت ماشینا و موتورا مثل سرگزوز، این همه جنساشون استیله، ورقای استیله که جوشکاری میشه و اینا. و خوب از این دست کاربرد خیلی زیاده، یعنی که الان بهتون گفتم تو ذهنتون یه جرقه زده شده و شما این نظام رو میگیری همجوری میری، خیلی زیاده. بریم دسته بعدی یا نه؟ میگم که میبینی ظرف غذای من یاد دانشگاه میفتم، ولی یاد خدمت میفتن، این هم چیز باحالیه. در روش تولید چه که حتما میدونید، حالا یه ورق استیل قالب پانچ میاد از بالا یه سنبه میکوبه و این تمام این شیارا رو در میاره، سر آخر هم یه قالب این دورشو میزنه که این لبهشو خم کنه، دستمون تا
دستمون نباره. روش تولیدشه، فولاد بعدی و احتمالا فولاد آخر ما فولاد اسپشالکا یا فولاد اسپیکا، این فولاد ابزاره بچه. این یه فولاد معروفی حالا نسبت به بقیه ممکن اصلا رو بعضی از کارگاه هیچ وقت استفاده نشه، ولی خب حالا من باش کار کردم و اینها، اینم میخواستم بیارم دیگه، لابلای تجربیاتم انتقال بدم و اینها. فولاد ابزار، فولاد کاست، کاست هم میگم بهش، اینجا ننوشته حالا کاست، یه نوع فولادیه که جز دسته فولادهای پرکربن و پرکرومه. میدونی فولادهای ابزار فولادایی که درصد کربن بالایی دارن، چون هم تور دارن هم استکان بالایی باید داشته باشن و هم کروم بالایی دارن. حالا این نوع فولاد بیشتر به شکل بیلت دیده میشه که حالا نسبت به شمش و استب و اینها یه سری مزایایی داره، حالا یه سری معایبی هم داره. حالا اینکه بیلت چیه، شمش چیه، استب چیه، حالا اینا رو توی یه ویدیو جدا توضیح میدم. حالا یه سری اصطلاحات امروز اومدم و اینها، سوسکی مثل هاردوکس اینها، توی یه ویدیو جداگونه میخوام راجع به ورق‌ها صحبت کنم کامل. حالا اونجا توضیح میدم اینها رو، این واژه ها رو، الان زیاد ریز نشین نگوین ما رو، ولی جداگونه اینها رو میگم اون موقع برای هاردوکس و اینها. هاردوکس خیلی دوست دارم اسمشو، اما اینجا صحبت حالا سر این ویدیو صرفا معرفی این فولاده، دور نمیشیم. فولاد اسپیکا فولاد ابزاره، کاربردش کجای بچه ها؟ ساخت تیغای برشی، یعنی همین الان میگم یه جرقه میخوره، تیغای برشی. حالا میدین تیغ اینو ابزاریه که حالا برای برشکاری استفاده میشه، و خب این نوع ابزارهای برشی حتما باید جنسی که استفاده میشه توشون باید استحکام بالایی داشته باشه و خشک باشه یا اصلا ترد باشه، بتونه عملیات برش رو انجام بده. بخاطر این تیپ فولاد نسبت به حالا تیپای فولادی که قبل از این معرفی کردیم یه نمه فرق میکنه، درصد کربن رو میبینید، دو تا دو عدد فولاد هم میگم تا 2.6 درصد، حالا این 2 تا 2.3 هم 2 درصد تقریبا دیگه آخرین حد کربن فولاد این داره. کروم میبینید 11 تا 13 درصد، درصد کربن و کرومش واقعا بالاست. ساخت تیغه ها، قالب ها، ساخت قالب های لوله، سنبه، قیچی هایی که برای ورق های برای چیز قیچی های ورق بری، قیچی های مخصوص برش ورق، ابزارهای موسیقی، ابزارهای موسیقی مثل قالب‌های پیانو از این استفاده میشه، و ابزار برشکاری، حالا که ابزار برشکاری حالا برای برشکاری ورق میتونه باشه، برای برش چوب میتونه باشه، از این فولاده. ابزارهای برشی دیگه برای فلز ها مثل حدیده ها، ساخت حدیده، حالا حدیده اکسیژن میذارم، حدیده اینو ابزاری که برای ایجاد رزبه یا اصلاح رزبه روی شافت استفاده میشه. به خاطر این نوع فولاد با یه سرگردن از بقیه بالاتر باشه، به خاطر اینکه میخواد روی یه نوع فولاد دیگه تغییر شکل بده. این نوع فولاد، فولاد ابزاره، فولادی که میخواد خودش رو فولاد کار کنه، به خاطر این باید بالاترین حد اون فولاد و ویژگیاشو داشته باشه، به خاطر این درصد کربن کرومش بالاه، بهتر کنه بقیه فولادا رو، جر بده، جر بده دیگه. من تمام اطلاعاتمو ریختم بیرون دیگه، اصلا هیچی یادم نمیاد، دیگه مغزم قفل کرد. خب حالا همین چیزی که نیاز بود راجع به فولاد ها من بهتون گفتم. فولادای پرکاربرد خیلی بیشتر از این هاست، خیلی خیلی بیشتر از این هاست. من فقط یه چیز کوچیک، یه قسمت کوچیک از این ها رو اومدم توی این ویدیو گفتم و اصلا در مقابل جامعه و بزرگ فولادها هیچی نبود، ولی خب فولادای پرکاربردی بود که توی بازار ایران استفاده میشه و دونستنشون ضرر نداره بچه ها. حالا یه توضیح البته من بدم، استاندارد دین و این فولادهایی رو که حالا آوردیم و اینها بیشتر توی صنعت قطعه سازی اینا استفاده میشه، ولی خب هر صنعتی استاندارد نامگذاری خاص خودشو داره. مثلا شما توی صنایع جنوب، صنایع پتروشیمی و پالایشگاه و اینها بیشتر از استاندارد ASTM یا استاندارد API استفاده میکنن که اونجا اصلا اسم فولادا با هم فرق میکنه. یعنی نه که اونجا مثلا میگه استیگاشو لیبا میگه این چیه مدلش تو اون استاندارد چی میشه، نه اونها هم اینها رو میشناسن، ولی اونجا فولادهای خاص نامگذاری استاندارد خودشو میطلبه، یعنی بیشتر با اونها با اون استاندارد کار میکنه و اون اسما رو میشناسن. مثلا توی استاندارد ASTM اول فولادها، اول اسماشون SA داره، SA و یه عددی میاد. خب توی استاندارد API اون A هست میشه، فقط A میمونه. مثلا فولاد SA 285 که اگه اون A هست بشه، که اگه S هست بشه A 285 یعنی ST نداره، A 285 میشه استاندارد API. که حالا این دوتا توی
صنایع جنوب خیلی دیگه پرکار برده. مثلا SA-283 گرید C که حالا توی استاندارد ASCM همون SCC7 خودمونه به همین سادگی، یا فولادی که توی ساخت مخازن تحت فشار استفاده میشه، بویلرها، این مخازنی که دیگه خیلی تحت فشار، برج‌های تختی رو اینا، معمولا جنس ورقی که توی بدنه مخازن استفاده میشه SA-516 گرید 70. یعنی اونجا توی اون اسپک پروژه فولادشو با این اسم میده، SA-516 گرید 70. دیگه نمیگه آقا اون جنس ورق با 345 باشه این بشه، نه، این گریدی که میده، اسمی که میده به این صورته، SA استاندارد ASTM. یا نمیدونم مثلا برای لوله ها، لولای ساختمانی SA-53، برای لولای با دمای بالا SA-106، یا فلنج ها، فیتینگ ها SA-234 یا حالا برای جنس های متعارفشه SA-333، برای جایی که خوردگی داریم آب نمک اینا هستش SA-333 استفاده میشه. میبینی که حالا این استاندارد اونجا هم به این صورته. یا مثلا برای بولت ها، برای انکر بولت ها، پیچ ها SA-193 استفاده میشه، برای موره ها SA-194، برای میله ها A36 یا SA36. خب میبینید حالا هر نوع صنعتی استاندارد خاص خودش رو داره و با توجه به استاندارد خاص خودش کار میکنه، ولی استاندارد عرف بازار ما، عرف صنعت ما، عرف قطعه‌سازی ما، استاندارد دین آلمان هستش و ما طبق این استاندارد، این اصطلاحات بازاری رو استفاده میکنیم. خب این فولادهایی رو هم که آوردیم، فولادهای پرکاربرد بازار، یعنی تو برید تو بازار تهران، بازار شادآباد، بازار آهن و همه دیگه فولادا رو به این اسما میشناسن معمولا. حالا میگم اینا چند تای پرکاربرد بودن، از این دست خیلی زیاد بودن، من دیگه نمیخواستم همه رو بیارم چون دیگه تایم ویدیو خیلی زیاد میشه، همین الان فکر کنم خیلی زیاد شده، ولی خب سعی کردم جمع کنم توی ویدیو حداقل فولادو. توی بحث بعدی حالا اینجا آلومینیوم، ولی من ادامه ویدیو توی بخش بعدی که میخوام همین زنجیروار مبحث مواد رو به صورت کاربردی و اجمالی و کلی ادامه بدم، بعد فولاد میرسم به بحث چدن، چون چدن نزدیک به فولاد و آلیاژش و اینها، و بعد از چدن دیگه میریم سراغ بقیه آلومینیوم و برنج و پلیمرها، دسته پلیمرها که پلاستیک ها هستش و خیلی پرکاربرد اون هم، و خب همه اینها توی یه ویدیو نمی گنجه و تایم خیلی بالا میره و همین دلیل ما دسته‌بندی میکنیم و توی ویدیوی بعدی به همشون میپردازیم به صورت کلی. البته اینم میگم حالا بعضی وقتا وارد جزئیات میشیم، ولی بیشتر هدف اونه که کلی و شما یه آشنایتی با اسم‌ها و عناوین داشته باشی و تا حدودی کاربردها رو لمس بکنید و از اون فضای تئوریک دانشگاهی دور بشین. خب امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین، اگه خوشتون اومد لایک کنید، حرفی، سخنی، انتقادی، پیشنهادی، فوش چیزی دارین توی کامنت ها برامون بنویسین، حتما با جون دل میخونیم، جواب میدیم. ساب یادتون نره، اگه این ویدیو خوشتون اومد حتما این زنگوله چیچمونه بزنین، ویدیوهای بعدی براتون هر وقت آپلود شد اون اخطارش میاد، نوتیفیکیشن میاد، اخطار نوتیفیکیشن براتون میاد با کلاسشه.